که در خیابون طالقانی کشته شدن، میخوام بگم به چه وجه شهید شدن. برادرمو صدا کرد، فکر کرد برادرمو یوسف از سپاهه. گفت برادر چی شده؟ بعد اینم دید که اونا هستن بس به رگبار، همون که تو کیفرخواست خودم رو توضیح دادم براشون. دو نفر در مقابل سپاه بودن، احتمالا سپاه یا بسیج، دقیقا نمیدونم بله. که اینا در همون لحظه صدا میکنن، بچه های ما متوجه میشن که به اصطلاح دو نفر هستن. اونا میگن ایست، مثلا اینا میگن که برادر ما از خودتونیم، ما هم سپاهیم، ما فلانیم. بعد هم اینا رو میبندن به رگبار. حالا تمام میخوام بگم که این که میبینید 40 نفر شهید شدن در این جریانات، نه این که به اصطلاح مردانه کشته شهید شده باشن، بلکه ناجوان مردانه. و خودم گفتم که چجوری همینطوری کورکورانه میبستیم به رگبار فلان. اینا واقعیته. تمامه اکثر این 40 نفر که شهید شدن اکثرا شبانه گیر افتادن، که داشته رد میشده با موتور، داشته رد میشده با یه چیزی، داشته رد میشده جلوشو میارن، میگن تو کی هستی؟ میگه برادر من حزب الله ام مثلا. تر این و در برای اینکه روشن میشه مؤمن با کافر چجوریه، بازم یه چیزایی دیگه میخوام بگم در درگیری ها، اگه اجازه بدید. که مثلا در درگیری رزکه این برادر که شهید شدن، آیا چجوری بوده که کشته شدن؟ داشتن سنگر میکندن و بعد ما مخفیانه رفته بودیم اونا به سنگر کندنشون ادامه میدن، ما به رگبار بستیم و سه نفر شهید شدن. و بعدم خودمون انقلابی هم میدونیم و پشت سر این حرف هم سرود هم میخوندیم. درگیری گزناسرا، میخوام ببینم روحیه کافر چجوریه. در درگیری گزناسرا سه نفر از هلیکوپتر پیاده میشن، بعد این سه نفر، یه نفرشون یکی از برادرهای پاسدار میاد اینجا، میگه ما میدونیم شما اینجا هستید، خودتون رو تسلیم کنید. بعد تا 10 شماره هم میشموره، بعد کسی تسلیم نمیشه، بعد یه رگبار میوزه، بعد میفهمه بچه ها جوابش میدن، میفهمه کسی تو اینو مثلا اتاق هست، میذاره میره که موزه بگیره، که بعد میزننش اینطوریه. بعد تو همون درگیری که سه نفر بودن، ما 4 تا اصله همونو جا گذاشتیم، کلی اونجا زحمت کشیده بودیم، مثلا انبار مواد غذایی دزدیده بودیم که با خودمون حمل کنیم، همشون از ترسمون جا گذاشتیم. لباسامون اگه شما برید اونجا جا گذاشتیم، کفشامون رو جا گذاشتیم، همه چیزمون رو جا گذاشتیم. یعنی اینه به. بعد یه سوال دیگه هم راجب کمیته تهران که انقدر صحبت میشه من دارم، که حسین ریایی خوبه بیا توضیح بده. حتی این قیام که میگن یه کمیته هست که نمیدونم کمیته تهران کمیته چیه، که آخرین حده به اصطلاح کمیته 5 نفری بوده، که 3 نفر از همینا مخالفت کرده بودن با همچین قیام یا کار جنگلی. 2 نفر اول یعنی حسین ریایی و سید، اونطوری که من امکان داره اطلاعاتم غلط بشه میتونم میان توضیح بدم، به کسی نمیخوام بهتانی بزنم. این 2 نفر 3 نفر رو 2 نفرشون رو بیرون میکنن، 1 نفر استعفا میده، بعد 1 نفر دیگه میارن کمیته 5 نفره رو میکنن کمیته 3 نفری و تصمیم قیام گرفته میشه به اصطلاح یا کار جنگل و این چیزا. بله میخواستم راجع به این توضیح بدم. من نمیدونم با چه زبونی میشه مثلا، حتی من گاهی وقتا خدا شرمم میشه که خدایا منو ببخش، روم نمیشه به خدا بگی. من نمیخوام برای این دنیا مثلا این حرفا رو بزنم. و از خانواده شهدا خواهش میکنم اگر منو میبخشن فقط برای آخرت. و دادگاه انقلابم تمنا میکنم عاجزانه که فقط اگرم بیرون بخوان از من رضایت بدن، منتها برای آخرت. خواهش میکنم این توبه من هیچ تأثیری
توی کیفر چی... دنیایی چیزم نداشته داشته باشه. به چون خودم واقعا از بس این کارها رو دیدم و کردم و از کسان توبه تاکتیکی دیدم، یه میترسم، خودم میترسم که واقعا توبه واقعی نباشه و برای خدا نباشه. امیدوارم اینو حتما چیز، ولی با این که مثلا من بگم که مثلا کافرها اینن اونن فلانن، این که مثلا شما برادری که شکنجه شده بودن رو دیدید، مثلا این به خاطر اینکه اخلاق علمی مارکسیستیه که مثلا همچی کارهایی میکنه، ایدئولوژیه. به متشکر آقای جهانگیر خان. اگر بعدها هم چیزی توی ذهنت آمد میتونی بنویسی بیاری. بفرمایید.